خب ادامه میدیم بخش ده رو. سال 482 مینینگ یعنی معنی داشتن، ساین یعنی علامت. میگه چه هست معنی این علامت؟ خب ما دو جور این علامت رو داریم، یعنی توقف ممنوع رو ما به دو شکل داریم، یکی اینه که یه خط وسط این دایره است، یکی اینکه یه خط دیگه روش اومده یعنی به صورت ضرب در هست. اونی که به صورت ضرب در مطلقا ممنوعه، ولی این میتونی وایسی ولی تحت یه شرایط خاصی. خب قسمت B درسته، این علامت قسمت B درسته. Waiting restriction یعنی محدودیت ایستادن، یعنی شما میتونی وایسی به اندازه‌ای که مثلا مسافرتو پیاده کنی، نه اینکه بخوای کاملا وایسی و توقف داشته باشی. خب بریم سوال 483. کن یعنی توانستم، پارک یعنی پارک کردن، رایت یعنی سمت راست، ساید یعنی کنار، رود یعنی جاده، نایت یعنی شب. خب منظور سوال میگه چه وقت؟ سوال منظور سوال این رو میگه، میگه چه وقت میتونید شما پارک کنید در سمت راست کنار یک جاده در شب. میگه در چه جاده شما میتونید در سمت راست پارک کنید؟ خب ما معمولا باید سمت چپ پارک بکنیم، ولی میگه در یه جاهایی در حالا شب میتونی شما در سمت راست هم پارک بکنی. قسمت A درسته. When وقتی که on way street شما در یه خیابون یک طرفه هستی، پس وقتی میتونید پارک کنید که در یه خیابون یک طرفه هستی. خب three lane dual carriageway یعنی این که سه خطه دوال کرجوی، بعد لین یعنی مسیر، یوزر بی یوزد یعنی استفاده بشه، فور برای. خب میگه شما هستید بر روی یه دوال کرجوی سه مسیره، چه میتونه در سمت راست شما، در مسیر سمت راست شما چجوری میتونید استفاده کنید، برای چه کاری شما میتونید استفاده کنید؟ خب سمت راست همیشه سمت مسیریه که ما حق سبقت داریم، یا مسیریه که فقط میتونیم سبقت بگیریم. خب قسمت B درسته. Overtaking or turning right میگه برای سبقت گرفتن یا پیچیدن به راست. Turning right یعنی پیچیدن به راست. سوال 485. Approaching یعنی نزدیک شدن. Busy junction یعنی یه تقاطع شلوغ. شود یعنی باید، دو یعنی انجام دادن، ون وقتی که، لاست مومنت یعنی آخرین لحظه، ریالایز یعنی فهمیدن، متوجه شدن، رانگ لین یعنی مسیر اشتباه. خب منظور سوال چی میگه؟ میگه شما دارید نزدیک میشید به یه تقاطع شلوغ، چه باید شما انجام بدید وقتی که در آخرین لحظه متوجه میشید که شما در یک مسیر اشتباه قرار گرفتید. قسمت A درسته. Continue in that lane یعنی میگه ادامه بدید در همین مسیر، در همین راه. Continue یعنی ادامه دادن، lane یعنی مسیر. خب سوال 486. می یعنی ممکنه، overtake یعنی سبقت، one way street خیابان یک طرفه. منظور سوال این رو میگه، میگه کجا ممکنه شما سبقت بگیرید در یک خیابان یک طرفه. قسمت دی درسته. ایدر یعنی هم، رایت یعنی راست، لفت یعنی چپ. پس میگه هم راست و هم چپ میتونید شما سبقت بگیرید در یک خیابان یک طرفه. سال 487. سیگنال یعنی علامت دادن، ون وقتی که، گوینگ یعنی قصد داشتن، استریت یعنی مستقیم، اهد یعنی پیشتر، راوند اباوت یعنی میدان. منظور سوال این رو میگه، میگه چگونه باید شما علامت بدید وقتی که قصد دارید در مستقیم برید پیشتر در یک میدون. میگه در یک میدون شما میخواید مستقیم برید، چجوری باید علامت بدید؟ قسمت A درسته. ایندیکیت یعنی راهنما زدن، لفت یعنی چپ، before قبل از، leaving یعنی ترک کردن، round about یعنی میدان. میگه راهنمای چپ بزنید قبل از اینکه ترک کنید میدون رو. خب سوال 488. vehicle یعنی ماشین، might یعنی ممکنه، take یعنی گرفتن، different یعنی مختلف،
کورس یعنی مسیر، نورمال یعنی طبیعی، راوندباوت یعنی میدان. میگه کدام ماشین ممکنه که حرکتش متفاوت باشه، مسیرش رو متفاوت انتخاب کنه از حالت طبیعی در یک میدان. قسمت دی درسته، لانگ ویکی یعنی ماشین های بلند. سوال 489، ویچ کدام استیشن یعنی موقعیت بعد می ممکنه اینتر یعنی وارد شدن، باکس جاکشن یعنی این باکس هایی که در میونه تقاطع ها ما میبینیم. خب میگه در کدام موقعیت ممکنه که شما وارد باکس جاکشن بشی. خب ما در باکس جاکشن حق توقف نداریم. میگه چه موقع شما میتونی وارد باکس جاکشن بشی. قسمت سی درسته، ون وقتی که، اگزیت یعنی خروجی، رود یعنی جاده، کلیر یعنی خالی یا پاک. پس میگه زمانی وقتی میتونید شما وارد این جاکشن بشید که خروجی شما در جاده باشه، خالی یا پاک باشه. موفق باشین تا کلیپ